kalender meşrebim. Güzel çirkin aramam, gönlüme bir eğlence isterim olsun. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam, gönlüme bir eğlence isterim olsun. Saçları samur, gözleri mahmur, biraz da şirin olsun. شنیدن این همیشه آزاردهنده است، میدونم، اما بازم میگم هممون یه روز میمیریم که یه چطوری مشخص نیست، اما روزی که برسه میفهمیم. اما تا وقتی زنده این بارها تصمیماتی میگیریم، میتونیم آدم بهتری باشیم، قوی تر، مهربون تر، با نزاکت‌تر، فداکارتر. خیلی اشتباه کردم. به جای بیمارستان باید از دست تو خلاص می‌شدم. بیا، تو باعث شدی دختر معصومم بمیره. آوستی اونجا چه خبره؟ ولش کن، ولش کن، مگه دیوونه شدی؟ ولش کن، تو باعث شدی بمیره. آقا آروم باش، تو رو از جای میبرم. بس کنیم، ولش کن، آروم باش. ولش کن دخترم، چی کار میکنی؟ کمک کنی آقا. خانوم آروم باش. خانوم ببرینش، ولش کنم کنه، کمک کنی از اون کی فاصله بگیریم. ولش کن، ولش کن، چی کار بگیریم؟ ولش کن، ولش کن، ولش کن، پس بیدیم ازش فاصله بگیریم، بندازیمش اون بر. بلم کنی. آخ، کمک کنین. آخ، خواهش میکنم یکی کمک کنه. آخ، آروم آروم، آروم باشین. خب به آمبولانس زنگ زدین؟ زنگ زدین یا نه؟ من مردم. کمربند تو باز کن بده من. راستشو بگو. نه 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 آقا، نه، ترس، نه ترس، چیزی نیست، نه ترس. آخ، خیلی خوب، آروم باش. آخ، اصلا نه ترس. آی آی آی، خیلی خوب، تا برسیم بیمارستان همین کافی. آخ، خیلی خوب، چیزی نیست، آروم باش، آروم باش. الان آمبولانس میاد، میرسونیمت بیمارستان. باشه، چیزی نیست، نترس، آروم باش. نگران نباشید، آمبولانس میاد، میریم بیمارستان. باشه، یه لحظه، من دکترم، برین کنار. زنده میمونه؟ ضربان نداره. بچه ها، هنوز نمیدونیم چند تا زخمی ها میرن اینجا. برای بدترین احتمال ممکن خودتون رو آماده کنید. باشه؟ خب دیگه اسما، تو برو خونه، بهت خبر میدم. باشه؟ باشه، ببینم حالا ایلول خوبه میرن. اسما لجبازی نکن، وقتی وضعیت آروم شد قول میدم بهت زنگ بزنم. خب؟ باشه، مطمئن شم حالا ایلول خوبه، خودم میرم. اسما، اینجا اورژانسه، نه سالن انتظار. اسما جان، حق با آل، الان زخمی ها رو میارن، درست نیست تو اینجا باشی، برو خونه. آل، تو هم برو اتاقت استراحت کن، برو. دکتر، تو همچین موقعیتی ازم انتظار نداشته باشید برم بخوابم. باش باش، اما خودتو خسته نمیکنی، فهمیدی؟ چشم دکتر، نمیکنه. خوبه، برو اسما جان، برو. خبر بدین. خوب باش.
بگو. تو محل حادثه نارسایی تنفسی پیدا کرد. عکس عمل مردمه که چشمش کند شد. تو را قلبش ایستاد. چند دقیقه ماساژ قلبی دادی؟ 12 دقیقه. 12 دقیقه. سمت گوشی رو بده. چشم آقای دکتر. بفرمایید دکتر. وضعیتش خوب نیست. نفسش خیلی ضعیفه. مردمک به نور عکس العمل نشون نمیده. وضعیتش وخیمه. باید سریع بفرستیم اتاق عمل. عجله کنید. صمد تحویل بگیر. چشم دکتر. آل عجله کنین. با دقت سریع سریع. نه ترس نه ترس، رسیدی بیمارستان. وضعیتو بگو. خانم دکتری که اونجا بود اقدامای اولیه رو انجام دادن. خانم دکتر کجاست؟ نمیدونم. از الکتروشوک استفاده کردی؟ نه خیر دکتر، نکردیم. مسکن بهش زدی؟ نه خیر دکتر. تا جایی که مشخصه سوختگی و جراحت زیاد داره. من میبرمش. راهو باز کن. زود 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 زود. سری خط قرمز رو دنبال کنیم. بجنبین سری. آبجی خدا رو شکر فوری خونه اوه منفی بهش تزریق بشه همین الان سریع. تو خوبی؟ من چیزی نیست اما همه رو نجات میدی. نجات میدیم، نگران نباش. سریع ببرینش اورژانس. عجله کنین، خونه اوه منفی حاضر کنین. زود باشین. تولگا دستکش بده. ایلول بس دیگه، بسپار به ما. زنده بمون. نه ترس، زنده میمونه، اما بذار ما کارمونو بکنیم. تولگا شوکو آماده کن. این آقارم ببرینش بیرون. نه میمونم. زنده میمونه؟ ببرینش. خیلی جوونه، این وسط هیچ کاره بود. نباید حواسش رو پس بده. نجاتت میدم. 200. برگرد ایلول، بسه. بسپر به من. بسه. برین کنار. تو هم همینطوری پک. 1 2 3. جواب نمیده. دوباره بذارش رو 270. حاضر دکتر. برو کنار. 1 2 3. مریض برگشت. اینجا عملش میکنیم. ایپک سری لوازم بیهوشی رو بیار اینجا. به پرستارای بخش جراحی هم بگو لوازم جراحی رو بیارن اینجا، باشه؟ تا میتونیم خون پیدا کن. عجله کن پجون. چشم. بسپرش به من. پرستار از گل. اومدم دکتر. سری تر عجله کنین. بین زخمی اون ماجد بیشرف که بمبو گذاشته بودم دیدین؟ نه استاد، یکی اونجا فوت کرده، احتمالاً اونه. واقعاً که مثل بچه بام رفتار کردن. شیطونه میگه کنکور بده پزشکی قبول شو، بعد استخدام شو ببینم میتونن تو رو از سر وا کنن یا نه. مثل یه ننه بابا دوام کرد. اسمو بفرما بابا. بابا دوبله شده در استدیو جم. تو اینجا چی کار میکنی؟ را بیافت ببینم. میریم بند و بسات رو جمع کنیم. بند و بسات؟ چرا؟ برمیگردی خونه. از این به بعد تو مارماریس جلو چش خودم زندگی میکنی. مارماریس؟ چرا؟ داره میپرسه چرا؟ شنفتم میخوای ازدواج کنی؟ با کی؟ اگه از زبون مامانت نمیپرید روحمونم خبردار نمیشد. من میخواستم بهتون خبر بدم بابا. چی میخواستی؟ بعد عروسی؟ را بیافت باید کار دارم، برو. لوله پراکستون رو حاضر کنی. پیستوری
ضربان قلب و ریتم سینوسیه، فشار 70. پا کاملا خوش شده، گردش خون نداره، ممکنه آمپیتاسیون بخواد. نه نه، خواهش میکنم، میتونین پاشو نجات بدین، حتما راه دیگه ای داره، سعیتونو بکنی. یه راه حل دیگه هم به ذهنم میرسه، شاید بشه پارو زنده کرد. اونو بده پسرم. ایلول، حالت خوبه؟ روبه بهبودیه، 97. یعنی خوب شد، پارو قطع نمی کنین دیگه. خیلی ممنون. دکتر ایلول، بیا بیا. بابا من یه دختر بزرگم، هیچ جا نمیام، بیا مارماریس چی کار؟ بابا من دیگه یه زن شاغل و کامل. حرفا رو با چه حرفا؟ نخیر خانم، میای همین امشبم میای با اولین پرواز. اینجا هم یه تابلو میزنی مینویسی فروشی. بابا برای چی؟ چرا؟ هر چی رسم و رسومی داره، اگه کسی تو رو میخواد باید از ما خواستگاری کنه، مگه ازدواج کردن کشکه؟ اسما ببین، امیدوارم گفتی بیام اینجا، واقعا کار مهمی باشه. خود دیدی بیمارستان چه وضعیتی داشت، چرا دم به دقیقه بهم زنگ میزنی؟ وای باشه، ایلو خوب بود؟ آره خوبه خوبه، نگران نباش، فقط دکتر علی یوسف به زور بردش خونه. همین، چشممون روشن، حضرت آقا بالاخره اومدن. بیا 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 یکم با هم حرف بزنیم، آشناشیم، بفهمیم چی تو سرته. چی گفتی؟ چی تو سرمه؟ اسم این دیگه کیه؟ چی داره میگه؟ بابامه. چی؟ باباته؟ آره، اومده امشب منو ببره مارماریس. زود باش، عجله کنی. آمبولانس زنگ بزن، عجله کن. تو جدی جدی دیوونه ای دختر. نه که خودم خیلی سالمم، در و تخت با هم جورم، عیبی نداره، همین جوری دوستت دارم. امیدوارم زودتر خوب شی. ما هم دلمون از سنگ نیست، عشقو میشناسیم. منم اون زمان عاشق مادر اسما شدم، ولی ما همه رسم و رسوما رو رعایت کردیم. اما آقا خب ما وسط حرفم نپر، وقتی حرف میزنم گوش کن، مگه بچه بازیه؟ بدون مشورت با خانواده بین خودتون حلقه دست کردین، فکر کردین خاله بازیه، بچه شدین؟ نه خب نیستیم بابا جون. تو حرف زن. حق با شماست. حالا که حق با منه، پس تو هم دست بابا مامانتو میگیری میای خواستگاری این دختر. دخترم بی حساب نیست، بذار خودت هم آدم حساب کنیم. حق با شماست. به حد کافی با تو حرف زدم، حالا به مامان بابات زنگ بزن، با اونا حرف بزنم. ببخشید؟ نمیشنوی پسرم؟ میگم به بابات زنگ بزن، به بابات. حالا که اسما اصرار داره اینجا بمونه، ما بزرگترا با هم دیگه صحبت کنیم، ببینیم کی هستین، چی کاره اینو از این حرفا. چرا معطلی؟ زنگ بزن. خب بله آلپ. شبتون بخیر یعنی بابا جون. بابا چی داری میگی پسر؟ بابا اینجا یکی هست که میخواد باهات حرف بزنه. کسی که میخواد باهم حرف بزنه کیه؟ شبتون بخیر جناب، من مدیر بازنشسته نجاتی سانجا کم، پدر اسما. میخوام هر چی زودتر شما رو ببینم. آقا نجاتی شبتون بخیر. بله البته بفرمایید، میتونم بپرسم درباره چی؟ درباره چی باشه؟ درباره وضعیت بچه‌ها، از اینکه بچه‌ها سر خود بین خودشون تصمیم گرفتن خوشم نیومد. بله بله
بله منم با کارشون موافق نیستم آقا نجاتی. بسیار خوب، منم خوشحال میشم ببینم. حالا که با موافقین به نظرتون فردا چطوره؟ میتونیم تو کافه دخترم صحبت کنیم؟ بله خوبه، پس قرارمون تو کافه دخترتون، میبینم تو. بچه ها میان. پس فعلا خداحافظ. خدا نگهدار. بچه ها کیان؟ با کی حرف میزدی؟ به به، پرنسس جنگجوی من بیدار شد. سر به سرم نذار علی. بچه ها کیان دیگه، چه خبره؟ وقتی خواب بودی بچه دار شدیم خانوم. چی میگی دیوونه؟ دیوونه؟ خوبه، دارم میگم یه پسر دستگل به دنیا آوردیم، چشممون روشن، 20 و چند سالشه، با قد بلند و خوشتی، دکتره، اسمشم آلپه. هیچی نفهمیدم. آلپ یه چیزی تو سرشه. پای تلفن با پدر اسما حرف زدم ایلول. با همون اجاتی؟ آلپ پشت تلفن گفت گوشیو میدم به بابا. حرف زدیم اما منو نشناخت. باز اینا چه دست گلی به آب داده؟ نمیدونم اما معلوم میشه. بگذاریم، بذار فعلا برسیم به اونجا بعد. ببینم اصلا ما داریم کجا میریم؟ فرار میکنیم، مجبور شدیم فرار کنیم. چقدرم که الان وقتشه. ببین به نظر من وقتی باید بری که هوس رفتن کرد. آره اینو یه جا بنویس، حرف خوبیه. از خستگی نمیتونستی سر پا وایسی، تو بیمارستان قش کردی افتادی، رو صندلی ماشین خوابت برد، نیم ساعت هزیون میگفتی، بازم میگی وقتش نیست. تو بیمارستان همه چی رو برای زخمی ها بهتره، همه چی خوبه، به نظرم نمیاد به این زودی اتفاق بیفته. یعنی امیدوارم. پس بذار یه امشب از زندگی لذت ببری. چی کار کردی آلپ؟ هنگار وضعیت بیمارستان پاکسیماتو قاطی کرده. علی آصفو 2 دقیقه کردی بابا جونه. اسما چه میدونم آخه؟ تو اون استرس اولین کسی که میتونست بابا باشه دکتر علی آصف بود دیگه. فردا میفهمی استرس یعنی چی؟ بابا علی آصفو میشناسه. چی؟ با من داری شوخی میکنی؟ آره با شوخی میکنم. ای بابا خیلی خوب گیر نده دیگه اسما. چی کار کنم؟ کاری که شده تا فردا خدا بزرگه. چی کار کنم اسما؟ اسما جای اومدم بابا جون. برو برو برو. کم کم داره از این وضعیت خوشم میاد، میدونستی؟ بعد نگذره. جدی جدی خانواده شدیم. به نظرم زودتر با هم ازدواج کنیم. چطوره؟ میگم همین فردا بریم عقد کنیم. 100%. چیه مگه؟ عیب داره؟ حلقه که داریم. لباس عروس هم داریم. تموم شد رفت. ایلول. خیلی ترسیدم. وقتی تو بیمارستان دست و پا بسته منتظرت بودم، یه لحظه با خودم گفتم اگه تو نباشی حتی تصورشم خیلی وحشت داشت. من همیشه پیشت میمونم. باشه همیشه پیشم بمون، همیشه با هم باشی، ما باشی. خیلی دوستت دارم ایلول، خوشحالم که دارم ات. اما نمیخوام بیشتر از این یخ کنی. خب نفرمایی. گوشیمو جا گذاشتم پیش تو نیست؟ گمونم مونده تو ماشین. تو برو منم الان میام. باشه
همش به خاطر توی علی یوسف، به یاد روزایی گذشته. میدونم که فراموش نکردی. نوش جونت، نازلی. گوشیم تو جیب کاپشنم بود، ببین چقدر هیجان زده بودم. این چیه؟ به این میگن سورپرایز کردن. چطوره؟ خوشت اومد؟ عجب، چه این همه چیز رو حاضر کردی؟ داستانش مفصله، وقتی نبودی حاضرش کردم. خوشت اومد یا نه؟ آره، خیلی خوبه. درست غذاهاییه که دوست دارم. از کجا میدونستی؟ یه جورایی حد زدم. خب حالا اگه نیمرو میپختم یعنی خوشت نمیومد؟ نیمرو؟ راستش نیمرو، خب بدم نمیومد. بالاخره مرد خونه اومده، خسته هم هست. با نیمرو نمیشه سرش و شیر مالی. چاید یکم غور میزدم. غور میزدی؟ آره. من سرت غور بزنم؟ آخه این ممکنه با همسر یه میز بشینی برام کافیه. علی، تصمیم من نبود راستش. آسانسور، میدونم تصمیم تو نبود چون اصلا بهت نمیخورد، کلن به رابطه ما نمیخورد، اما من چه میدونم شرایطش پیش اومد. منم لذت بردم، هیچی نگفتم. حالا بیا از این سفره رنگی هم لذت ببریم، باشه؟ از آشپزخونه یه نوشیدنی هم پیدا کنم، بعدش با هم جشن بگیریم. جانم علی یوسف، هیچ معلومه چی کار میکنی؟ میخواستم به خاطر دیروز ازت تشکر کنم. تشکر؟ چه تشکری نازلی؟ تو منو مسخره کردی؟ اگه اشتباهی کردم؟ بله، البته که اشتباهه. تو چطور بی اجازه میای تو خونه من؟ کی این حقو بهت داده؟ علی نمیای؟ اومدم عزیزم، اومدم. باشه، حق با توه، معذرت میخوام. میخوای بیام با هم دیگه حرف بزنیم؟ اتفاقا دم درم. پس دم درم هستی؟ آره، میتونم بیام پیشتون حرف بزنیم. نه اصلا، همونجا که هستی باش، من میام. باشه؟ اومدم. دوبله شده در استدیو جم. قرار نبود جشن بگیریم؟ نوشیدنی نداریم، الان میرم میگیرم میام. ولش کن بابا، بیا بشینیم غذا بخوریم. عزیزم 5 دقیقه دیگه خونه هم. باشه؟ خیلی جالبه مگه نه؟ یاد گذشته افتادم. بارون، خیلی رمانتیکه. نازلی، گذشته ها دیگه گذشته. ببین، برای آخرین بار باهات حرف میزنم. باشه، بزرگش نکن علی. فقط برای تشکر بود، همین. بزرگش نکن چیه؟ تو به چه حقی، به چه عقلی اومدی تو خونه من؟
زن زندگیم، فقط برای اینکه اذیت نشیم به خاطر تو تو چشمام نگاه کرد، بهم دروغ گفت. دروغ گفتش؟ باورم نمیشه. رابطتون شروع نشده توش دروغ اومده. به نظرم سریع باید این رابطه رو تموم کنی. تو کی همچین آدمی شدی نازلی؟ خجالت نمیکشی؟ تازه مسخرم میکنی؟ دارم شوخی میکنم. شوخی؟ باشه، معذرت میخوام علی یوسف، واقعا معذرت میخوام. هیچ فکر نمیکردم یه میزشم برای تشکر بتونه اینقدر اعصابتو خورد کنه و به هم بریزه. لطفاً دیگه کاری نکن که نیاز به عذرخواهی بشه. علی یوسف، نازلی، دست از سرم بردار، ما رو راحت بذار، از زندگیمون برو بیرون. به این راحتی یا بی خیالت نمیشم علی یوسف، تازه شروع کردی. آی پک، اوف، کاش میگفتم. آخه چرا نگفتم؟ خوب شد نگفتی آبجی. نگی، اصلا همچین حماقتی نکنی. منم نگم، زنه بهش میگه، دیر یا زود علی میفهمه. ای پک، بله آره، اما امشب نفهمه. میخوای قند تو دل زنه آب بشه؟ موضوع اینا نیست ایپک، تو که ندیدی چجور میزی براش چیده. صد مدل قضا درست کرده، حتی اسم بعضیاش هم نمیدونم. از همون روز اول بهت گفتم که این زنه یه زنه ساده نیست. واقعا آفرین، خیلی باهوشی. الو، صدامو داری ایپک؟ داشتی چی میگفتی؟ من میرم بیرون، نمیتونم بمونم، اعصابم به هم ریخته، من حوصله این چیزا رو ندارم. چرت نگو آبجی، کجا میخوای بری آخه؟ چند لحظه دیگه برمیگرده با هم حرف میزنی. نه، من تو رو بهش زنگ میزنم، حاضر میشم میرم. آبجی، نه اینطوری نمیشه، باید دست به کار بشم. از اینجا تاکسی رد میشه؟ کمک کن، کمک، 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 کمکم کنی، خواهش میکنم یکی کمکم کنه، خواهش میکنم کمک کنی، کمک کنین، کمکم کنی، خواهش میکنم کمک کنین، اینجا کمکم کنی، محض رضای خدا کمکم کنین، من اینجا، اینجا، کمک، کمک، کمکم کنین، لطفا، خواهش میکنم، کمکم کنین. میخواستم زنمو غافلگیر کنم، قرمز دوست داشت، رفتم خریدم، اومدم نصبش کنم، گفتم باشه، وقتی اومد ببینه فردا اسباب کشی داشتی. خیلی خوب، آروم باشین، من دکترم، کمکتون میکنم، نگران نباشین. این چطور افتاد؟ خیلی درد دارم. آروم باشین، من زخمی شدم. نه نه، ایپک خانوم؟ با عیوز خان، خیر باشه، حواس لطبازی کردین؟ وسط راه پله نشستین مردم رو دید بزنین؟ تاریخ انقضای اون دوره گذشته، نمیان؟ نراستش، زمین سنگه، سرد میشه. باشه باشه، چرا اینجا نشستی حالا؟ خب منتظر تو بودم. ببخشید دکتر عیاز، چرا گوشه راه پله منتظر من نشستی؟ برای اینکه بتونم از نزدیک تماشات کنم. تو اون روی سگ ایپک بالا نیومده، درست جواب بده. معذرت میخوام. باشه جواب بدین. سوار آسانسور نمیشی ایپک خانم، برای چی؟ ترکش کردم، همین. شوخی بیمزه تری پیدا نکردی که بگی؟ نه باشه، شوخی نمی کنم. راستش
خب میترسم دیگه، از یه جای بسته، از تنها موندن میترسم. سعی کردم سوارشم، اما وقتی درش بسته میشه حس میکنم دیگه قرار نیست که باز بشه، مثل یه بچه میترسم. میترسی؟ خب تا کی تصمیم داری به ترست ادامه بدی؟ نترس، آروم باش. دکتر دارم میمیرم. هیچیت نمیشه، نگران نباش، من حلش میکنم، نترس. بفرما آل. دکتر خیلی خیلی شرمنده. بابای اسما گفت زنگ بزن به بابات، نمیتونستم بگم ندارم، منم مزاحم شما شدم، مجبور شدین تو دروغ من شریک شید. مهم نیست پسر، عیبی نداره. پای یه امر خیر وسطه، با یه دروغ کوچیک چیزی نمیشه. آره فهمیدم، مشکل کم بود. حالا وقتی تو مارماریس معلم بودم مدیرمون بود، جداییمون زیاد دوستانه نبود، اما فردا باهاش حرف میزنم حلش میکنم، نگران نباش. مطمئن این حل میشه؟ یعنی میتونین؟ وقتی میگم حرف میزنم حلش میکنم یعنی حلش میکنم. حالا هم قطع کن، خیلی کار دارم. بیچاره شدم، این دفعه دیگه بیچاره شدم. بابا نجاتی امکان نداره بذاره اسمو رو ببینه. برای چی؟ دکتر علی یوسف گفت بابا نجاتی رو میشناسه. الانم فهمیدم که میونهشون خرابه. اینطوری نبود میتونستم دکتر رو ببرم، اما حالا اینطوری باید میونهشونم درست کنم. صمد. میگم چطور دکتر یوسف کلا بیخیال شم پدر ناتنیمو ببرم؟ مثلا دکتر ریاض، میگم پدر خودم هر روز کتکم میزد، خیلی اذیتم میکرد، منم از زندگی منداختمش بیرون. چطوره؟ تو خاک تو سرت کنم پسر، فکر و ذکرت شده دروغ و دقل فریب. واقعا که ای بابا، موندم فکر پدر الکیو کی فرو کرد تو ذهن من. ها فکر من بود نه؟ خب تو چرا عقلتو میدی دست من؟ برادر من، برای تو هم مامان پیدا کنیم بابات میمونه، باباتو پیدا کنیم خواهر و برادر و برادرزن و باجناقت. چه خبره؟ یکی دوتا که نیستن که. اوف اسما، اوف. خیلی خب باشه، قصه نخور، باشه، اینم یه جوری حلش میکنیم دیگه، چاره چیه؟ اصلا هر جا تو مشکلی داری منم میام، شدیم فتومت. نگران نباش افران، اسمت افران بود نه؟ ببین با هر دو دست دارم زخم تو فشار میدم، باید یه جوری کیفمو برداری. خب الان کیفمو میفرستم سمت راستت، باشه؟ باید سعی کنی گوشیمو از توش در بیاری. خب باشه. بدنم یه جوری شده انگار همه جا میحسه، این چیز بدیه نه؟ هیچی نمیشه، نترس، نگران نباش، گوشی رو در میاریم، با آمبولانس زنگ میزنیم. خب خیلی خب، حالا نوبت توه، باشه؟ زیاد خودتو تکون نده، خب؟ فقط دستتو دراز کن، سعی کن کیفو بگیری، یکم دیگه افراد. باشه باشه، آروم، صبر کن، عجله نکن، نفس بکش، نفس نفس بکش، خیلی خوب. ایبران ایبران، دوباره سعی کن. رسید، آفرین، بکش، آفرین. اگه بخوایم کلی حساب کنیم، خانوما روز قرمز دوست دارن، اما ایلول رو نمیشه با همه یکی کرد. نمیدونم اون چه گلی دوست داره. از صورتی ها بدم آقا؟ نه نه، چون ایلول زیاد اهل صورتی نیست. البته نمیدونم اصلا اهل گل هست یا نه. چطوره بابونه بگیرم؟ اون باب پاییزه است، یکم از بابونه بزرگتره. باشه، فرق نمیکنه، شبیه بابونه است دیگه.
قشنگه، ساده اما خیلی خوشگل، لطیف اما آسی. نظرتون چیه؟ نمیدونم، اما اگه بخوای یه دسته گل خوشگل از همشون واسط بزن. این چه حرفیه؟ همشون با هم دسته گل خوشگلی در نمیاد، مگه داریم کباب میخریم آخه؟ هر جور راحتی، اما میخوای زنگ بزن بپرس؟ نه چطور بپرسم؟ خب چی بهش بگم؟ میخوام برات گل بگیرم، کدومشون رو دوست داری؟ گل با خبر قبلی نمیخرم. نه خب، یعنی حداقل میفهمی از چه رنگی خوشش میاد، انگار واسه یه چیز دیگه داری میپرسی. ها باشه، فکر خوبی. دیگه چیزی نمونده، زود باش. یکم دیگه. آره باشه باشه، آروم آروم باش، آروم. حالا اگار گرفتم. خوبه خوبه، آفرین، خوبه. حالا به 112 زنگ بزن، زود باش. گوشی رو باز کن. نه نه نه، انگار نمیشنده. بگذاریم، انگار حق با توه. به سلیقه خودت از هر رنگی که داری و از هر مدلی که داری یه دستگل بزرگ درست کن، بده برم پیش. بزرگ؟ یعنی خطات بزرگه؟ آبجیمون یکم سرسخته، اون خطا هم دستگل بزرگ. نه خطایی نکردم، اما آبجیتون خیلی سرسخته. بله. پس من برات یه دستگل شیک درست کنم. ممنون. روزم بذار. چشم. روز قرمز، روز قرمز. نخواب. ششاتو واکن. ابراهیم منو نگاه کن، منو ببین، نگاه کن. مرحله سخت‌تر رد شد، کم موند. بودو شماره رو بگیر، زود باش. یه بار دیگه، زود باش. بگیر. دوبله شده در استدیو جی. آفرین، خوبه. آفرین. الو فوریتای پزشکی. الو، من دکتر ایلول اردمم، سری یه آمبولانس بفرستی. جراحت شدید تو خونه، لوستر افتاده روی بیمار، خونریزی شدید داره، شاهرگش پاره شده. دارم با دو دست فشارش میدم، نمیتونم حرکتش بدم، سری باید خون تزریق بشه. میتونم آدرستونو بپرسم؟ آدرس؟ ایوان، 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 نخب، ایوان، ایوان منو نه.